آقا یواش میافتی. خیلی شد. برو بابا. خیلی شد. آقا بیا. چی شده بابا اسماعیل؟ چیزی نشده بابا جا. ماما صدیقه هست. ماما صدیقه چه فشار بلند؟ آقا میخوام برم. جواب جواب بیا پایین. این حالش بده، باید برسونش دکتر. میدونم منم میخوام برم. مگه چی میشه منم برم؟ جواب جواب معطل تو این. ببخش برو پایین. آقا منم میام دیگه. نمیاد. درست میشه. بده. پس ماما صدیقه چشمتو باز کن. ماما صدیقه لباست میکنم به خاطر من. تو رو خدا چشمتو باز کن دیگه. ماما تو رو خدا لباست میکنم به خاطر من. این آخر خوبه از این درست رفتی هسته نماشی. ماما صدقه بچی شد؟ مگه نگفتی تا آخرش پیشم میمونی؟ بچه رو دیگه داری دوباره میری بیمارستان؟ چرا جوابمو نمیدی؟ اون بوده ماما جان میگه نماشم میگه اون سری نرفتم برگشتم میرفت سرست دیگه بیان. چرا؟ اما این دفعه با بقیه موقع فرق میکنه. من خودم الان دارم حالتو میبینم دیگه. تو مگه نگفتی تا وقتی بزرگ نشدم از بیشم نمیری؟ همش علکی بود؟ بیمره برد؟ تو زدی زیر قول مرگونه؟ آقا مشکله بزرگ شدی؟ مردی شدی دیگه برای خودت. نه بگونه ماما صدیقه مرد نشدم. نگاه کن هنوز قدم به سرخون نمیرسه. اگه مرد شده بودم دکمه پیرانم خودم صبح میبذرم. تو بذری ولی اگه بزرگ شده بودم خودم بنده کفشم میبذرم ولی تو بذری. اگه بزرگ شده بودم خودم با تو خودم لقمه میگرفتم ولی تو برام گرفتی. اگه تو ببینی پس این کارا رو کی برام بکنه؟ من که مامان بابا ندارم، فقط تو رو دارم. واقعا این کارا رو کی برام بکنه؟ به خدا اگر نمیری همه این درسام رو بیز میشم، حتی ریاضیم درد رو دیگتم. قول میدم، به خدا قول میدم. من قبلا بهت گفتم هر کاری رو اراده کنی میتونی انجام بدی. باشه قول میدم اراده میکنم، فقط نمیر. تو رو خدا نمیر. خواهش میکنم، التماست میکنم، تو رو خدا نمیر. قول بده که قول بده درس بخونی، کتاب اگه درس بخونی هر وقت بری جلو آینه از خودت بپرس کیم؟ جواب خوب خودت دیدی؟
جوابای خوب به خودت میدی بابا. من از خدا اجازه میگیرم بیام پیشه، هر وقت داری درس بخونی بیام پیشه نگات کنم، قول میدم بابا هر وقت درس بخونی بیام نگات کنم، قول بده درس بخونی بابا جان، قول بده وقتی بیام پیشه من تو رو نمیدم قول میدی؟ قول زنی نمیدی؟ نمیدی برده خوالش بهش کاده بدم. شما هم که بچه نداری. گفتم به جایی که به مامانم بدم به شما بدم. دست درد نکن مامان جان. برو ببینم چی خریده پسرم برام. بس کن ببین خوشت میام. هر چی تو بخری من خوشم. الهی فدات بشم. عزیزت دلم. چقدر قشنگه ماما. دیدی ستاره دنبال دار بود؟ نه کو اونجا بود رفت. مامان صدیقه جانم یعنی الان یه روز رفت پیش خدا؟ Thank you.
جواجم. سلام خاله. سلام عزیز دلم. پستچی اومده دم در واسط کتاب آورده. میدونستم نمیری بگیری. اما هرچی اصرار بش کردم به من تحویل نداد. سلام آقا رجا. سلام آقا جیم جیم. به 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 بفرما بفرما بفرما. اینا اینا امانت شما. بفرما. ای پسر چه این کاری میکنی؟ با تو هم جیم جیم. بگو خور شدی تو. ای پسر چه این کاری میکنی؟ ای کجا رو باید امضا کنم؟ ببینم چی شده ها؟ کجا رو باید امضا کنم؟ خب من به تو میگم چرا ناراحتی؟ چرا این کار کردی؟ میگم کجا رو باید امضا کنم؟ نم سوزنش گیر کرده. بفرما. اینجا رو امضا کن. جیم جیم چی شده ها؟ تو من بگو. او چرا این کاری کردی؟ دیوانه شدیم بچه. نامه ننوشته که برام. نامه چه اهمیتی داره؟ اینکه به یادت بوده دم عید عیدیای به این قشنگی برات فرستاده. این مهمه مامان جان. ملکه برفی. این داستان مورد علاقه ماما بود. ولی دیگه از ماما خوشم نمیاد. ولی ماما تو رو خیلی دوست داره. از کتابایی که برات میفرسته میفهمم. بعدش هم درست نیست وقتی یه نفر انقدر آدمو دوست داره، بی فکر آدمه، همیشه برای آدم هدیه میفرسته، آدم نسبت به محبتش بی توجهی. عمو رجب. بله دیگه چی شده؟ خودم جمعشون میکنم. دفعه بعدی کی میای؟ تا حالا که ماما اینجوری کتاب فرستاده دو ماهی دیگه منتظرت میمونم. خداحافظ. لذت زندگی به تجربه کردن و شکست خوردنش. حتی اگه آدم هزار برم شکست بخوره، یه دفعه هم پیروز نشه، بازم بهتر از اینه که بیرون گود وایسه و دستشو بذاره رو دستش که مواد و دلش بشکن. جواد. خاله. سلام خاله. سلام عزیزم. مشقاتو نوشتی؟ بله. حرفای ماما صدقه که یادت نرفته؟ نه، از مدرسه اومدم نوشتم. آفرین. همیشه سعی کنی کاری بکنی که دیگرانو خوشحال کنی. سلام ماما. هم خودت از خودت راضی باشی، هم دیگران ازت راضی باشن. Thank you.
بده من آقا جواز. بفرمایید. دست درده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام آقا اسماعیل. سلام آقا رجب. چطوری؟ جیم جیم یک دانه بسته داری. دوباره؟ رپسر دوباره چیه؟ اون دو ماه پیش بود. ملت ده تا بسته در ما میگیرن. بیا دو تا جیم جیم بزنیم. من میخوام برم. بیا. بفرما. اینم خودکار. دیگه چی میخوای؟ یه دونه امضا بکن. آها. بفرما. اینم کارت. برو خداحافظ. خداحافظ. اگه به من میگی ماما سپیده، اگه واقعا منو دوست داری، من یه توقع ازت دارم. یه بار دیگه بلند شو، رو پای خودت وایسا، به من به همه ثابت کن که میتونی. همین میخوام کاری کنم که تو سلسه آخر 6 تا 20 بیاد بازم. فارسی 20، ورزش 20، ارتباط 20، همه 20. باری کله بسری، نمره خوبی آوردی، مامان سلیقه رو خوشحال کردی. آقا جواد، شما اینجای ما نیم ساعت داریم دنبالت میگردیم. سلام عمو یحیی. سلام. من میخوام دندون پزشکی با من میای؟ دندون پزشکی؟ واسه چی؟ دندونم درد میکنه، وقت دکتر گرفتم. آقای لاهوتی هم گفته که تو رو با خودمون ببریم یه هوایی بخوری. میشه رسولم ببری؟ میبریمش به وقتش. میای؟ باشه میام، دوست دارم ببینم اونجا چه شکلیه. خوبه، پس بودو بودو آمودشو با هم بریم. بودو همون چه پارک قشنگیه. آره این پارک معروفی. دوست داری یه روز بیارم اتا؟ آره خیلی. باشه وقت کنم حتما میارم. اما راستی دندونت خوب شد؟ آه... نه هنوز درد میکنه. یه مسکن خوردم یه خورده بهتر شده ولی هنوز درد میکنه. جواد؟ بله. تو هنوز دوست داری پدر و مادر باقی بیان سراغت ببرن پیش خودشون باشون زندگی بکنی؟ آره معلومه. خب وقت دوست پدر و مادر چی کاره بشن؟ دوست دارم بابام مهندس باشه، مامانم هم کتاب خون. مثل با مامان مجگان؟ آره؟ آره اینطوری منم براش کتاب میفرستم. خوبه. ببین ما بعد این ایسکا پیاده شیم. آقا ایسکا نگه داریم پیاده میشیم. اینجا؟ آره آره رسید. بلنش بلنش بیا بیا. سلام خانم گرامی. سلام آقای علی. سلام. سلام. خوش اومدی. لحوی دکتر مریض داره؟ آره الان رفته. کارش خیلی کمه. تا وقت شما برسه میان بیرون. بفرمایید. من پس من منتظرم. بفرمایید.
خدا نگهدار. سلام آقای دکتر. سلام آقای یحیی، حالتون چطوره؟ خوبی؟ خوش اومدی. بخش من مهمون کوچولو دارم. بله حتما. به به، سلام، حال شما چطوره؟ خوبی؟ سلام عزیزم، بفرمایید تشریف کن. خواهش میکنم. خب چه خبره آقا یحیی؟ حالا این دندون من دوباره درد گرفته. اوه اوه، خیلی خرابه که. چرا انقدر دیر اومدی؟ ببینم. خب اسم شما چیه؟ جواد. به به آقا جواد. دندون تو هم خرابه؟ نه، اون دندونش سالم سالم، یعنی مسواک میزنه، همیشه مراقبه. مثلا بچه با ادب، درس خون، کتاب خون، آچار به دست، مهندس. همیشه از دیدن بچه‌های بستو لذت میبرم. آفرین. این تمام خصوصیت اخلاقیش به من رفت. آها، البته به غیر از دندوناش، چون اصلا وضعیت دندونای تو خوب نیست. آها. آها، هم این خرابه هم پشتیش. ببینم. خیلی وضعیت دندونات خرابه. ببینم. خب تعریف کن. نه شما، نه آقا یحیی، شما تا یک ساعت نباید حرف بزنی، فقط باید گوش کنی. آقا جواد تعریف کنه. تعریف کن آقا جواد. تو پرورشگاه دوچرخه ساختم، بعد فانوس ساختم. آفرین. چیزای زیادی ساختم. بزرگ شدی میخوای چیکاره بشی؟ دوست دارم دکتر بشم. دکتر؟ دکتری چی؟ دندون پزشک. به به، قراره با ما همکار بشه. خب از الان میتونی دستیار من بشی، یاد بگیری. خب همکار هم دیگه میشیم. یه تابلو میزنی، فامیلی چیه؟ جواد. عزیز من آقای یحیی، شما نباید حرف بزنی. جواده؟ جوادی. جوادی. یه تابلو بزرگ میزنیم بالا سر مطبت، دکتر جواد جوادی دندون پزشک. خب آقای یحیی، بله. باید از دندونات عکس بگیرم. بله. یه دو سه تاش باید پر شه. اصلا وضعی خوبی نداره دندونات. آقا جواد دوست داشتنی. بله. آقا یحیی خیلی خوش اومدید. بفرمایید. آقا جواد خیلی خوشحال شدم از داشتنی با شما. ممنون. خانم آقا جواد از اون پسرای دوست داشتنی با سواده. بله، مشخصه. بفرمایید. آقا یحیی مراقب دندونات باش. چشم. خانم قرار بعدی رو برایشون هماهنگ کنه. بفرمایید آقا یحیی. خواهش میکنم. خانم بفرمایید داخل. آقا جواد خداحافظ. مراقب خودت باش. من شرمنده میشم. گفتن که مهمون ما. چشم. پس فعلا با اجازه. قربان شما. خداحافظ. خوشمزه است؟ یه وقت داره تو نخواد. نه، من دندونم تازه درست کردم، نمیتونم بخورم. میشه شده جواد؟ آقای دکتر چطوره بود؟ نمیدونم، شما دندونتون درد میکرد. نه کارشو نمیگم، خودش چجور آدمی بود؟ خوب بود، از این دکتر مهربون هست. پس فکر میکنی آدم خوبی برای پدری؟ آره؟ پدری؟ آره دیگه، پدری تو خوبه؟ آره. خوشت اومد ازش؟ یعنی دکتر زنش میخوام مامان بابام بشن؟ حالا باید بزنیم که اونا قبول میکنن یا قبول بکنن. یعنی بهشو بگم پدر مادر یا مامان بابا؟ اگه فیلم هندیه بگی پدر مادر، باید بگی مامان بابا دیگه. اونا به من چی میگن؟ نمیدونم، بذار انتخابت بکنم بعد میبینیم چی میگن. من دوست دارم به هم بگن آقا جواد. آقا جواد. آقا جواد. اما یحیی خودشون بچه دار نمیشن؟ چرا بچه دار میشن؟ اگه بچه دار میشن پس چرا بچه پرورشگاه برمیدارن؟ خب ببین، از اینجور مدل آدم هم که میگن که چرا یه بچه به دنیا اضافه کنین، همین بچه که هست میتونین بزرگشون بکنین. نفهمیدم. خب میخوای یه بچه پرورشگاه بگیرن؟ آره.
منو بهشون میدم وقتی میتونن بچه دار بشن؟ آره مشکلی نیستش که، مهم صلاحیتشونه که تایید شده. جواد کلاخه کرده، بذار انتخابت بکنن بعد هرچی اونا دوست داشتن بهشون بگم. چرا نمیای تو؟ چی شده؟ رسول چی میشه؟ یعنی چی رسول چی میشه؟ اگه من برم اون اینجا تنها میمونه. خب ما هم داریم برای رسول دوباره پدر مادر میگردیم دیگه. اگه پیدا نشد چی؟ آخه رسول خیلی توپله. نگران نباش، اگه پیدا نشد اینجا میمونه، ما هم پیششیم، تنهاش نمیذاره. بهش بگم مامان بابا پیدا کردم. نه ما که نمیتونیم نظر آقای دکتر خانمش چیه که، بذار بفهمیم بعدم بشیم. خب اگه پرسید کجا بودید چی؟ راستشو بگو اما یحیی دندونش درد میکرد، من باش رفتم دندون پزشکی. باشه؟ باش. من چی؟ اما اسماعیل بچه ها همه منو تنها میذاری؟ تازه اگر برم هر روز میام میبینم اتون. راست میگی؟ آره. جناب آصف اصل بودجه درخواستی که برای تعمیرات ساختمونه. بله بله آقا، خرابی که زیاد داریم. من گفتم حالا که قهر بچه جدید بیان یه دستی هم به سروری ساختمون بکشیم، یه تعمیرات همچین مختصری هم انجام بدیم. بله چشم چشم، اونا هم درست میکنیم. بله آقا، نامش هم که آماده است. راستش برای که نظر جنابالی رو جلب کنم از صبح تا حالا چند بار همینجوری بازنویسی و پاکنویس میکنم. بله چشم، در اسرع وقت میفرستم خدمت. انشالله انشالله بودجه هم که برسه حتما حتما ما دست بکار میشیم. قربان شما آقا، لطف کردین. بله کردین، خدا نگهدار شما. آقا اجازه. چه خبر جوادی؟ ممنون، غذاتون آوردم. اه تو چرا زحمت کشیدی؟ آخه کارتونم داشتم. چه کاری؟ میخواستم ببینم آقای دکتر جواب ندادن. آقای دکتر دندون پزشکو میگین؟ بله دیگه، مامان بابای جدیدم. چرا جواب دادن؟ چی گفتن؟ هیچی، شما رو پسندیدن و جوابشون هم مثبت بود. راست میگید آقا؟ آره عزیزم، تازه فردا عصرم قرار بیان که با هم دیگه بریم بیرون و بیشتر آشنا بشیم. جوادی این چه کاری بود تو با این غذا کردی؟ ببخشید آقا، الان غذای خودم میارم براتون. اصلا به مامبو به جدیدم میگم یه غذای خوشمزه براتون درست کنم. برو برو بگو بیا اینجا تمیز کنم. دستت اجازه؟ بفرما. بیا تو جواد جان، بیا بشین. بفرما. حالت که خوب آقا جواد؟ بله خدا رو شکر. ببین ما حرفای نهایی رو قراره که امروز باید در میون بذاریم. الان خوب گوش کن ببین آقای همت چی میگه. ببین جواد، به خود دکتر و زنش فکر کن. ببین قرار اونا پدر مادر آینده ای تو باشن، سالهای سال قراره کنارشون زندگی کنی، بهشون محبت کنی، باهاشون حرف بزنی. ببین میتونی؟
یعنی نباید اجازه بدی این حرفا رو انتخاب تأثیر بذاره. ببین میتونی باهاشون حرف بزنی، باهاشون راحتی، قرار باهاشون زندگی کنی یا؟ جواد جان زندگی جدید شوخی بردار نیستم. پدر مادر چیزی نیست که الان ازشون خسته بشی بخوای عوضش کنی، بگی اینو نمیخوام اونو میخوام. باید تا آخر عمر باهاشون زندگی کنی. بله. شوخی بردار نیست. به قول آقای لاهوتی این زندگی جدید توه. فهمیدی؟ ببین البته ما یه شرایطی رو ایجاد میکنیم که جواد جان بتونه با این خانواده بیشتر رفت و آمد کنه، با هم گردش کنین، با اخلاق هم بیشتر آشنا بشه. یعنی در واقع جواد جان شما باید بیشتر حواست به رفتارت و حرف زدنت باشه، بیشتر سعی کن که اونا رو بشناسی و اجازه هم بدی که اونا هم با تو بیشتر آشنا بشن. باشه؟ ولی توی مدت هم هر سوالی، هر مشکلی، هر مسئله‌ای داشته باشی، آقای همت یا من در کنارت. متوجه شدی؟ بله. حالا ما برات دعا میکنیم ایشالله که اتفاقای خوب میفته. ایشالله. اگه آقای همت کاری نه. چیزی ندارن که میتونی بری. بری با عزت. خدا نگهدار. خدا. خدا. بحبه چه پسر گلی. سلام. سلام ماما. سلام بابا. عزیزم به ما میگه مامان بابا. بفرمایید. مزاحمت میشید. خوشگلی تو. خوبی هستم. بگردیم با هم خوش بگذرم. چشمای ستا